سلام، سلام، خیلی خوش آمدین. مرسی. اسم کارتون دراکولاه؟ آره، بله. به نظرم این اسم ایراد داره. دراکولا ما رو یاد نوشابه‌های گازدار میندازه، پپسی کولا، کوکاکولا، اینا تبلیغه یه جورایی برای اونها. نه نه، موافق نیستی؟ نه. خب چیه پس دراکولا؟ میخوام بگی همون مثلا موجودی که خون میخوره و اینا. آره، خب خوب نیست، خشنه دیگه. بعدم مال ما نیست، وارداتیه. دراکولا تو فرهنگ ما نبوده. دراکولا تو فرهنگ ما چی بوده؟ مثلا زالو. زالو خون میخوره. از نظر من خوبه. مثلا کارو میذاشی اسمشو زالو؟ نمیخوام. پشه؟ نه نه، دراکولا. عقرب جراره؟ نمیخوای من برم؟ نه نه نه، برامون مهمه که شما هستین اینجا. موافق نیستین که این اسم بلخ؟ خب یه توضیح بدید حداقل. نه نمیدونم. چرا توضیح نمیدید؟ به نظر من توضیح نشانه ضعف. آها، بله، منطقتون اینه. بسیار. ببینیم یه قسمتی از سریال رو که به نظرم بحث برانگیزه و ما سرش حرف داریم. کامیجون، سوالتم بکنم. میدونم تو دوست نداری که من توی کارات دخالت کنم یا ازت سوال بپرسم. خوبه. چرا باید پول بدی که جنسا توقیف بمونه توی گمرک؟ گمرک؟ عزیزم، موضوع بیزنسی کم پیچیده است. پیچیده است. تو فکرتو مشغول این چیزا نکن. ببخشید فضولی کردم. عزیز. عزیز. ببینید خیلی خوب، خیلی من خیلی علاقه ندارم وسط کار پاز کنید. دیگه ناچار بودیم نگه داریم دیگه، عذر میخوام. اولا چرا اسم کوچیک صدا میذارن هم دیگه؟ چرا میگه کامیجون؟ شوهرشه. باشه، خب نباید به اسم کوچیک، گفته شد دیگه نباید به اسم کوچیک صدا بذارن زن شوهر، احترام بذارن برن. شما خانمه چی صدا میکنه؟ مظهری زادگان. بابا تو چی صدا میکنه؟ پدر مظهری زادگان با نام خانوادگی. این نکته اول. نکته دوم، این خانم تو رفتارش یک جور لوسبازی، یک جور لوندی هستش که اشتباهه. میگه که سوال میپرسه با لوسبازی. بگی که میتونم یه سوالی ازت بپرسم؟ بگی بله، سوالشو بپرس. بعد میگه ببخشید فضولی کردم. این یعنی چی؟ این چه حرکتیه؟ مثلا میتونه بگه که عذر میخوام دخالتی بیجا کردم. این کارا ببخشی فجوری کردم. این نه، این خوب نیست به نظر من. یکم لوسه کارکترم کلا فیلم. بله. به هر حال شما خوبه که تصویر لوسی از بانوال نسازین. یک تصویر مطلوب منطقی. ما الزاما از نظر من خانم هم خنگن هم لوس. خیلی خوب، ممنونم، من قانع شدم. ببینیم ادامه رو. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. ببین عزیزم، این جنس ها اگه ترخیص بشن باید بریزیمشون توی بازار. ببین میگه دور. وقتی این جنس ها بیاد تو بازار باید فروخته بشن، اما به خاطر تورم این جنس ها وقتی توی انبار گمرکه همینجوری میاد روش. واقعا؟ همینجوری میاد روش، همینجوری میاد. آره؟ روش. یعنی این جنسا همینطور که تو انبار هست بدون این که ما بریزیمشون تو بازار تا الان 1200 میلیارد تومن سود کرد. خیلی. اینجا 20 میلیارد دیگه اومد روش، الان شد 1220 میلیارد. باورم نمیشه چقدر تورم خوبه. تازه همین تورم باعث آشنایی من تو شد. راست؟ چجوری؟ دلار داشت میکشید بالا، من پاشدم اومدم دبی که به صرافی ها سر و سامون بدم. بعد اومدم کنسرت، تو رو دیدم. ببین چقدر تورم خوبه. باورم نمیشه یه سری فکر میکنن بالا رفتن دلار و تورم بده. خب از این کارهای فرهنگی شما بیشتر بکنید. فرهنگسازی نمیشه. فرهنگسازی. دیگه چه خوب شد با مرسدی؟ ریدی؟ در همین حدش خوبه.
بیشتر از اینش دیگه کاغذ بازی و از این اداره به اون اداره، از این اداره به اون اداره، پوستت خراب میشه. چرا پوست داره؟ نمیفهمم. شما درگشت. چرا خوشحالم که اختیار اموالمو دادم دست تو. بسیار خوب. دل من چون به عشق مایل شد، عشق در گردنش همایل شد. میخوای تن بدی به تقدیر دختری؟ چونان خلسه‌ای وارد شدم که مثلش در تذکره هیچ عارف و عاشقی نیست. فتوای هفت منجم صاحب قران شدن ما در گروه این وصلته. کاش حداقل به هم خونه خودتون رحم کنید. که دیگه قرار نیست خدیجه قسمت من بشه. به من بگو من باید چیکار کنم پسرش ولیعهد بشه. کهنه نشانه میترا هزاران سال گردن ملکه هایی بوده که اولاد زکور زاییدن برای پادشاه. من اومدم که اذن اخراج این دختر تجریشی رو از سلطان بگیرم. تا دنیا دنیاست اسمت هم ردیف اشکیاست، هم ردیف شمر و خوبی و هرمن. سلطان است و باقی بنده ایم. برای من یه چند تا سوال ایجاد شد، به خاطر اون گفتم که تشریف بیارین. الان اینطور که ایشون استدلال کرد من واقعا قانع شدم، یعنی تورم به همین دلیل میتونه خوب باشه. آره؟ آره. یعنی این همه نالهی که ما از تورم داریم اشتباهه نه؟ خب همین منطق رو آیا میشه برای تحریم هم پیاده کرد؟ ما بتونیم تو یک سریالی راجع به تحریم بگیم که آقا تحریم چرا خوبه، فواید تحریم رو بگیم. مگه نمیدونی؟ من نه نمیدونم واقعا. نمیدونی چرا تحریم خوبه؟ تحریم خوبه واقعا؟ عالیه. میشه برای من توضیح بدی؟ عالیه تحریم، عالیه. ببین فرض کن تو 1000 میلیارد پول داری. من؟ من ندارم. حالا فرض کن. از کجا آوردم؟ بابات رانت هیئت مدیره بودی، دزدی کردی، اختلاس داری؟ الان داری؟ خب داری یا نداری؟ نه ندارم. من میگم فرض کن داری. آه چشاتو ببند، باز کن، 1000 میلیارد پول داری. خب از کجا آوردم؟ رانت هیئت مدیره شرکت فولاد. خب مثلا هیئت مدیره فولادم مثلا. خب الان هستی یا نیستی؟ هستم. 1000 میلیارد ازشون بگی پول دارن. خودم ندارم، از فولاد میگیرم. خب میتونی بری گوشی وارد کنی؟ نه نمیتونم. چرا نمیتونم؟ چون تحریمیم. میتونی بری بنز وارد کنی؟ نه نمیتونم. بی ام و نه نمیتونم. مازراتی آقا نمیتونم، تحریمیم، نمیتونم. خب داد نزه. بله بر پوستت خود. میتونی بری لپتاپ وارد کنی؟ نه نمیتونم. ولی من میتونم. خب میدی به من؟ بله. من میرم وارد میکنم. بله چی میشه؟ میاری الان اونا رو میفروشی. چقدر؟ 5000 میلیارد. آف 1000 میلیاردش مال کی بود؟ مال فولاد. بده بهش، میذاریم سر جاش. چقدر داری؟ 4000 تا. دوتاش من، دوتاش تو. واقعا؟ به همین راحتی؟ به همین راحتی. خب اینجوری واقعا تحریم خوبه. آره نمیگن نصفشو، میگن همشو نمیگه. آها یعنی همه اونایی که میگن تحریم چیز بعدیه، تحریم فلج کننده است، اقتصادو ویران میکنه، سواد کل واقعیت رو ندیدن و نمیدونن. چه جالب. الان من تو پولدار شدی. بله شدیم. نشدیم؟ بله شدیم. راجب فساد اداری هم میتونین این استدلال رو به کار ببرین. فساد بده، فساد بده. خب چش تو ببر، باز کن. کارآمدی سیستم اداری خوبه. تموم شد. چه جالب. کارمندی، شما یه کارمند. خب میخوای امضا کنی؟ بله. من برام یه کاری بکن. بله. 1000 تا دغدغه داری. بله. دغدغه معاش داری. بله. دغدغه اجاره خونه. اجاره خونه، مدرسه بچه، خرید خونه، همه چی، همه چی. من میام از اون درآمد سرشاری که میگیرم، بله، 5 میلیونشو میدم بهت. با جون و دل میدی؟ با جون و دل. راضی هستی؟ با راضی. خب 5 میلیون. تو دیگه دغدغه داری؟ نه دیگه. سیستم اداری کارآمد شد یا نه؟ بله کارآمد شد. پیش میگه فساد؟ نه کارآمدی. فساد بد. ما با فساد مخالف. شد کارآمدی سیستم اداری. کارآمدی سیستم اداری. خوبه؟ عالیه. ما همین دیالوگ ها رو میخوایم ساخت و پرداخته بکنید، صیقلش بدین، هنری بشه، بعد توی همین سریال یا اصلا یه سریال دیگه
راجع به تحریم، درباره فساد اداری گفتی؟ نه فساد نگی. من با فساد کارآمدی سیستم اداری فساد خوب نیست. کارآمدیه و رانت. رانت خوبه. آره راجع به این ستا هم بتونیم همین منطق رو پیاده کنیم، قانع کنیم افکار عمومی رو که اینا چیزای خوبی هست. کار فرهنگی نشد، فرهنگسازی نشده. فرهنگسازی نشد، کاملا موافق هستم. خب من الان واقعا نظرم راجع به شما عوض شد. تو چقدر خوب شد با هم حرف زدیم. خیلی خوب اصلا ما اومدیم سریال ساختیم برای که همینو بگیم. که چی بگیم؟ کامل بدونی میفهمی تورم خوبه، خوبه. رشد قیمت دلار خوبه، تحریم خوبه، رشد خوبه. اصلا رشد خوب، بله رشد چیز خوبیه. مگه میشه همه چیزی رشد بکنه ولی قیمت رشد نکنه؟ چون رشد میکنه خوبه. بله بله. هر جور رشدی خوبه پس. بله بله. رشد قیمت مسکن. شما مسکن داری؟ من نه ندارم. صلاحیت ندارید این زمین حرف بزنید. واقعا؟ بله. دوست دارم حرف بزنم. چه شده ببین؟ خب باز کن. بله. الان مسکن داری. خب دارم. چه خریدی؟ 700 میلیون. چه شده ببین؟ باز کن. الان چنده؟ 800 میلیون تومان. 5 میلیون. واقعا؟ خیلی خوبه. رشد قیمت مسکن واقعا عالیه. من اصلا واقعا با شما دیدار کردم خیلی قانع شدم، نظرم متحول شد. اونی که میگه بده بله. حسود. درسته درسته. چقدر شما آدم درست حسابی هست. برای همینه که میگم دنیا دیگه به درد زندگی نمیخوره. نمیخوره. با وجود همه این چیزا که گفتین دنیا دیگه به درد زندگی نمیخوره. اونایی که نصفه میدونن اذیت میکنن. میخواستم یه تیکه از فیلم اخراجیار بهتون نشون بدم به عنوان الگو، ولی به نظرم نیازی نیست دیگه. دیدم. نیازی نیست. چقدر کار خوبی ساختید. واقعا دمتون گرم. بازم از این کارا بسازید. وقتتون رو گرفتیم. ببخشید. آژانس نامه در منتظرتونه. باش. مرسی. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ. خداحافظ.